ماجراهای جدید بیمارستان گاندی تهران. صحبت‌ها و اتفاقات جدیدی در رابطه با این بیمارستان رخ داده، اما آیا می‌دونید که این بیمارستان چه نوع بیمارستانیه؟ هتل بیمارستان گاندی، بیمارستان خصوصی و مجهز نظیر اون در ایران بسیار کم. سخنگوی آتش نشانی گفته قبلا راجع به بیمارستان هشدار داده بودیم. بشنوید. ای کاش اون زمانی که جنس ملیات خسارت خورد خدا روشو کسی نمورد، تلفات جانه اگر کسی فوت شده بود با هیچ رقمی جبران نمیشد. چرا تو جلسات میان ترتیب اثر نمیدن؟ چرا دقیقاً آتش نشانی چند بار بابت بیمارستان گاندی اخطار داده؟ به من گفتن 5 بار، ولی آخرین بار کی بوده؟ برج 8. برج 8؟ برج 8 آخرین اخطار بابت نمای کامپوزیت. ببینید فقط یه نما نیست، ما ثوابت دیگه هم داریم. چه اشکالی داشته اخطار آبان بابت چی؟ من که الان اخطار جلو نیست، فقط از دوستان سوال کردم. 5 بار اخطار داده شده، دوستان شهرداری هم پیرو بهشون زدن. آخرین اخطار مربوط به برج 8، جلسه کمیته ایمنی منطقه اختصاصی برای اینا تشکیل شده، برای بیمارستان گاندی. بله بله، یکی از پرونده‌ها که مطرح شده همین مسئله بوده، اما متاسفانه ترتیب اصلا ندادن. در اینترنت نوشته جالب به چشم خورد، نوشته هتل بیمارستان گاندی که خود رو مجهزترین مرکز درمانی بخش خصوصی در خاورمیانه قلمداد میکند، در تاریخ 9/9/99 در سرخط خبرها قرار گرفت. زایمان های تقویمی در روز روند 9 آذر 99 این بیمارستان رو به یکی از مقصدهای زایمان پولدارهای پایتخت تبدیل کرده بود. زایمان های لاکچری و جشنواره های میلیون تومانی برای نوزادانی که 9 آذر یا چند روز پس و پیش در این بیمارستان متولد شدند و اکنون یکی از ترندهای توییتر ایرانیان شده که در نوبه خودش این چیزی که نوشته برای افرادی که مثلا دارن و بیرون و بیسار یه جوری میشه گفت ربطی به بقیه نداره، ولی خب در کل چیزی که توی اینترنت راجبش گفتن. و این هتل بیمارستان یکی از مجهزترین بیمارستان‌های خصوصی تهرانه که حتی عکسایی که از اون در اینترنت هست و منتشر شده دقیقاً این رو نشون میده که این بیمارستان چقدر جهز و لاکچریه. در ادامه عکسایی از اون ماجرای آتش نشانهای عزیز که در اون اتفاق بودن منتشر شده. یکی از این عکسا اینه که دارید اینجا مشاهده میکنید. این عکس به صورت گسترده در اینترنت منتشر و پخش شد و نوشته خوشبختانه با تلاش‌های آتش نشانها به طور کامل آتش‌نشان شد. این حادثه هیچ گونه فوتی نداشت، اما بیماران به بیمارستان‌های اطراف منتقل شدند. در حالی که همه سایت‌ها و بعضی از مردم میگن به خاطر نمای بیرونی این ساختمون یه جوری به این ساختمون اختار داده شد، ولی روزنامه اعتماد یه عجیب غریب نوشت. نوشت یک ته سیگار بیمارستان گاندی رو باید کشید. روزنامه اعتماد نوشت شنیده های حاکی از اونه که عامل این اتفاق یک ته سیگار رها شده در کارتون های دارو. یکی از پرسنل در مورد علت این اتفاق میگه شنیدیم میگن کارگری که در طبقه 15 بیمارستان مشغول کار بوده ته سیگارش رو روی زمین پرت کرده و اون اتفاق شروع شده. حالا میگوین این کارگر هم فرار کرده، که در نوبه خودش عجیبه. نظر شما یا واقعا اینجوری بوده یا دلیل دیگه ای داشته؟ یکی از عکسایی که از نمای ساختمون منتشر شد همین عکسی که دارید مشاهده می‌کنید. سخنگوی آتش نشانی گفته این اتفاقی که برای بیمارستان گاندی رخ داده مربوط به نمای بیرونی ساختمانی بوده بیشتر، و در ادامه هم نوشته رئیس بیمارستان گاندی گفته که ضلع شرقی بیمارستان بیشتر دچار این حادثه شده، که در نوبه خودش عجیبه. و در ادامه معاون وزارت بهداشت بهتون گفتم گفته که فوتی نداشته خوشبختانه بیمارستان، و گفته 93 نفر بیمار در بیمارستان گاندی تهران هنگام وقوع این ماجرا حضور داشتن که 91 نفر از اونها به سایر مراکز درمانی منتقل شدن و خوشبختانه هیچ اتفاق بدی بنابر گفته رسانه‌ها این ماجرا نداشته. بعد از اون طرف بعضی از پرستارهای بیمارستان گاندی از این صحبت میکنن که سیستم هشدار همین اتفاق و چیزا در بیمارستان کار نکرده و خودشون از بوی دود و اون چیزایی که اونجا بوده متوجه این اتفاق شدن، که در نوبه خودش عجیب غریبه برای چیزی که رسانه ها میگن. بعد خبرگزاری فارس در رابطه با یک خبری چیزی نوشته، الان منهای اون خبر بیمارستان گاندی که در ادامه بهتون میگم و حتی اون جریانی که براش رخ داده، گفته جمعی از زنان آرایشگر در مشهد، تهران، قم، اصفهان و یزد با تشکیل گروهی تلاش میکنن سبک آرایشگری متناسب با جامعه اسلامی رو تعریف شدن، و اونها به جای کاشت ناخن اونها رو رایگان برمیدارن، که در همه فضاهای مجازی و رسانه‌ها در رابطه با اون مردم صحبت کرده بودن که براشون عجیب بوده. مثل حادثه های دیگه‌ای که در ایران رخ داده بود، مثل متروپول و غیره و اینا، که بارها راجبش هشدار داده بودن، و حتی بعضی از ساختمان‌ها در سرتاسر ایران که راجبشون هشدارهایی داده میشه و یه جورایی اونها رو بی‌توجهی میکنن، یک جورایی نوشته این اتفاقی که برای بیمارستان گاندی افتاد زنگ خطر ساختمان‌های دیگه‌ای در تهرانه.
رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران گفته سازمان آتش نشانی در 5 مرحله نسبت به ایمنی بیمارستان گاندی اخطار داده بود، اما اقدامی صورت نگرفته. این حادثه زنگ خطری برای ساختمان‌های ناایمن شهر که توجهی به اونها نمیشه. قوه قضاییه اقدامات لازم برای رفع مشکل لاایمنی بیمارستان‌های تهران رو انجام دهد که همه خبرگزاری‌ها در این رابطه صحبت کردند. علی دایی هم برای این آتش نشان‌های عزیز همچین استوری نوشت و گفت مردان مرد، که عکسی از اون افراد رو در استوری اینستاگرام خودش گذاشت. حمید فرخ‌نژاد هم در استوری اینستاگرام خودش برای این افراد و آتش نشان‌های عزیز نوشت خسته نباشید مردان خوبه، و افراد دیگه و حتی هنرمندای دیگه هم در این رابطه نوشتن. امین حیایی همچنین استوری گذاشت و حتی بقیه چرا مثلا فرانکتونید اینجا مشاهده میکنید. اشکان خطیبی هم مثل اینکه با یکی از پرسنل صحبت کرده و گفته اگه تلفاتی نبود به خاطر این بود که در کنار زحمت آتش نشانان تمام کادر درمان بیمارستان با وجود شیفتشون نبودن به سرعت خودشونو به صحنه رسوندن تا انتقال بیماران و ترخیصشون تسریع بشه، و چیزی که حتی توی پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا هم من مثالش رو ندیده بودم تا امشب. و خود اشکان خطیبی نوشته تشکر و خدا قوت به آتش نشانان و البته پرسنل بیمارستان گاندی. مهراب قاسم خانی هم در رابطه به اینکه یک جورایی به این بیمارستان از قبل هشدار داده بودن و کسی به قول معروف توجهی نکرده نوشته به جاش وقتی پای جمع کردن بساط دستفروشا و پلم کردن رستوران ها و مغازه ها میشه، عینه ها پلنگ تیزو چالاک میشن. که در این رابطه هم مدیریت بحران منطقه 6 شهرداری تهران گفته 40 بیمارستان این منطقه ناایمنن و اخطار ایمنی دریافت کردن، که در نوبه خودش حسابی عجیب غریبه. بعد از اون طرفم پرستو سالی در اینستاگرام و در استوری خودش نوشت خسته نباشید مردان مرد سرزمینم، خدا همتون حفظ کنه که خود عشقید، و عکسی از اون ماجرا و اتفاقاتی که رخ داده بود رو در استوری اینستاگرام خودش قرار داده بود. احسان کرمی هم در استوری اینستاگرام خودش نوشت دمتون گرم و سرتون سبز پهلوانم. و حتی رسول خادم عزیز که در طی روزهای گذشته یک جورای صحبت در رابطه زیاد بود و عکسونو بعضی از هنرمندان استوری می‌کردن، در این رابطه یک استوری گذاشت برای آتش نشانان عزیز که در فضای مجازی و اینترنت این عکس ها واکنش‌های مختلفی رو به همراه داشتن. بعد یه خبری هم تو اینترنت منتشر شد از اینکه اون ماجرای بیمارستان گاندی رو بهتون میگم، گفتن که یه جورایی بعد از 24 هزار میلیارد تومان بودجه کشور مجلس بودجه صدا و سیما رو هم یه جورایی توی فضای مجازی اینترنت نوشته که 3 برابر کرده. و اگه تا اینجای ویدیو به این ویدیو نگاه کردین حتما در بخش کامنت ها بنویسید که آیا این ماجرای بیمارستان گاندی یه جورایی شما رو ناراحت کرد یا که خیر، و حتما بنویسید که آیا واقعا همچین اتفاقایی در ایران باید بعد از یه مدت یه بار رخ بده یا که. حتما در بخش کامنت ها برامون این چیزی که مد نظرتونه بنویسید. و البته در اینترنت و فضای مجازی هم از آخرین وضعیت بیمارستان گاندی یک سری عکس ها و متن منتشر کردن، و بعضن بعضی ها گفته بودن که بیمارستان یک سری تلفات بعد از اون ماجراها دیده، و بعد از اینکه راجع بهش که صحبت نشده در اینترنت و فضای مجازی که عکسی در این رابطه منتشر شد که بهتون نشون میده و میگن بعضی ها ریخته و فلان و بیسار، که این عکسی که دارید اینجا مشاهده میکنید و توی رسانه ها و فضای مجازی و اینترنت پخش شده و راجع بهش صحبت میکنن. خیلی خیلی ممنونم که این ویدیو نگاه کردید، خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.